سلام بچه ها، چطورین؟ باز من اومدم با یه ولاگ جدید. خب اینم جنگل همیشگی ما، جنگل درکاپی. لوکیشن فیلم ما همیشه می اومدیم اینجا برای پیاده روی، هیچ وقت این جاده رو ندیده بودیم. چیه ما داریم کشته میشیم طرفش؟ واقعا چه جالبه، یه جاده است. ما تو نایده بودیم چه جاده. ببین گرفتت. مال خیلی قدیم، خیلی قدیم. این قبیله یا میخورن ما رو. آخه این چه وضعیتی، جاده کجا پیدا شد؟ هیچ وقت تو این جنگل این جاده نبوده. من اصلا نمیخورن. بیریختم یه نخوری بدینی ولش کنیم بره، این خوشمزه نیست. بسته است. آره الله اکبر، الله اکبر. ببین اینجا یه جاده است، ولی با این ترنکبوت همچین مسدود شده چجوری میشه؟ و فکر کنم این سریال دارک اگه دیده باشین، ما برگشتیم یا به 33 سال بعد یا قبل. من فهمیدم حضرت محمد رفته اونجا قایم شده، این تارنکبوت در قاره بسته شده که نرن. و اینکه یه حشره خیلی گنده، فکر کنم مانتیس اگه اشتباه نکنم. شاخکاشو میبینین؟ آره 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 آره، اینا هستش. بگو بپره رو هم مردم، چه حالی میده. خوش این برمید. این همه ما تو این جنگل برای پیاده روی اومدیم، این جاده رو ندیده بودیم. چرا چقدر فرق کردن لبه جاده. وای جا به خیال خودمون رفتیم سالها بعد. تو خیلی نظام عوض شده با سر. آبه بش بده، آبه میخواه. گراید هنوز هم ماشین بتونی سواش. فکر کنم رفتیم برای 15 سال دیگه، یعنیش 15 سال بعد رفتیم. 15 سال بعد چه خوب میشه. مثلا یوهناس میتونستی بری برگری. آره میرفتم 33 سال پیش، طلا ملا اینا میخریدم، دلار میخریدم. به نظر من قبل بریم میتونیم خیلی چیزا رو بخریم، دلار، طلا، سهام. چه همخونی کردیم ما، چقدر کیف داد. وسط همخونیمون چی پیدا کردی؟ ماره مار. پیش به سوی دریاچه احلام. اینقدر این جاده قشنگ هستش، هرچی از زیبایی و قشنگ این جاده بگم کم گفت. چقدر آرامش اینجا، ای کاش آدم بتونه همیشه اینجا بمونه. اینجا استان مازندران، شهرستان چمستانه. چون دیدن این مناظر واقعا برای من لذت بخش بود، گفتم برای شما هم به اشتراک بذارم. خب میانه راهمون که میخواستیم به اون دریاچه بریم، این بنا نظر ما رو به خودش جلب کرد. وایسادیم ببینیم واقعا اینجا کجاست.
اولش فکر کردیم که اینجا آب انباره، ولی واقعا آب انبار نبود، یه آب انبار بوده، یه حموم قدیمی بود. نه تو رو قرآن نکن. یه بنای خیلی قدیمی و واقعا قشنگ توی دهات، توی دهاتی که اصلا هیچ دسترسی واقعا نداشته، چطور این همون توی دل زمین که اندن درست کردن. اینجا رو نکنیم، اینجا رو بامو دکو نکو اینجا رو ببین بامو نکن دیگه. خفاش بود، خفاش بود. میمیدونین چقدر خفاش توی همون بودش؟ بنده خدا داشتن زندگیشونو میکردن، آسایششونو به هم زدین. خدا خفاش بود. آره خدا خفاش بود. همه چی بریم بریم من آخرش بود ما رفتیم. آره بیا برو برو. خفاش رود که نمیشه اون وقت میترسه. اینا هم از خفاش ترسیدن خریدن بیرون. این آقا گفتن که اینجا حموم قدیمیه. اهالی روستا تعجب کرده بودن که ما از این حموم خوشمون اومده. خب برای ما جالب بود. راهمون رو ادامه میدیم تا برسیم به دریاچه. اگر تا اینجا ویدیو همراه هم هستین ممنون میشم لایک کنین، کامنت بذارین و اگه بار اول از کانال من دیدن میکنین سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای بیشتری از من ببینید. بالاخره رسیدیم به دریاچه احلام. بالاخره رسیدیم به این دریاچه قشنگ، ولی غروبه متاسفانه. این دریاچه همون بره، این همون که به حلش اومدیم، دریاچه احلام. جناب خان اسم این دریاچه احلامه. نری آب پروکندیله. این همه مارکوس میره بورن دفتن بیره. نمی‌بینی؟ آب چوره واسه پرورش ماهیه. وسطش دارن ماهی پرورش کنن. برو قایق. آقا بیا. تو دور تو واسن که ماهی رو وسط کنترل کنه. عمان قایق. عمان. باشه باش. قایق. نه سرش. چه زیه؟ آخه به هر حال مرغ خوریکو رو ببین. شوهرش خوب گفت. اوه نظر ماشو. اوه اینا عمرشون به دنیا بود. اینو نگاه کنید گوگلیه رو آخر سالم زنده بودن. نه اینجا رو چیکار داره میکنه؟ شیر داره میکنه. سلام بچه ها، ما امروز اومدیم دریاچه احلام تو روستای بونده. بونده یا بونده نمیدونم، ولی دریاچه خیلی بومیده. نه بوه ماهی گندیده میده. این جایی که میبینی حالت فواره درست کردن، اینجا پرورش ماهیه. اینجا پرورش ماهی انجام میدن. خب بیا یاسا یه عکس بگیر. شبهای جنگل، در تاریکی شبهای جنگل این انسان ها آمدند. جنگلی به وسط راستش رو بخواین خیلی دوست داشتیم پیاده روی در شب تو جنگل رو امتحان کنیم. چه حالی میده. واقعا یه چالش بود، خیلی ترسناک بود جنگل تو شب، ولی تجربه خیلی خوبی بود. دوستم باز امتحانش کنم. ترسناک. خب به انتهای ویدیو نزدیک میشیم، امیدوارم که شما هم مثل من کلی لذت برده باشین. منتظر لایک و کامنت های پر انرژیتون هستم. خدا نگهدار.